دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. بچه ما فاصله زیادی واقعا دیگه تا 100,000 تایی شده نداریم، کمتر از 56,000 ساب مونده که به اتفاق 100,000 تایی بشیم. من واقعا ازتون میخوام که اگه کانال من براتون جذابه، ویدیوها براتون جذابه، ویدیوها رو لایک کنین، چون که لایک شما باعث میشه ویدیو من بیشتر تو اکسپلور بره و بیشتر دیده بشه و نوعی بیشتر ساب بگیره، بیشتر سریعتر با هم دیگه بالا بریم و زودتر این 50,000 رد کنیم و 100,000 تایی بشیم. به هر حال که میدونین ما توی این آنالیز وکالیستا و خواننده و فلان یکی دو بار به امیر تتلو پرداختیم و فالشی های زیادی اخیراً از ایشون شنیدیم، هم در کنسرت ها و غیره و فلان، و شما بر این اعتقاد بودین که نه اصلا این طور نیست و فلان، و به هر حال دیدین کامنت ها رو دیگه، شما دیدین کلی ما هیت دریافت کردیم، کلی آقا مرسی که واقعیت ها رو میگی دریافت کردیم، و اصلا چالش شد. به هر حال در این چالش ویدئوی علی عزیزم برام فرستاده که ایشون معتقد بوده امیر تتلو بسیار زیبا میخونه و گویا یه سری کاور وکال داره از ابی و سیاهش قمیشی و اینها. میریم با هم دیگه بررسی کنیم که خب اینا سختن، ترک های سیاهش قمیشی و ابی و اینا واقعا ترک های نسبت به ترک های تتلو سخت‌تره. ببینیم که ایشون چجوری اجرا میکنه، مفصل یه آنالیز وکال ایشون رو با هم دیگه به اتفاق بگیریم. بریم. شب مال ابیه، البته اینجا الان خود گیتاره فالشه، حالا نمیم کی داره میزنه، خود گیتاره فالشه، ولی به هر حال مال سیاوش قمیشیه. شب که میشه تو کو، وای خب الان گیج میشه امیر تتلو با اون گیتار فالش. شب که میشه تو کوچه ی غم، عشق من میشه ستاره. وای چقدر چیز عجیبی داریم میبینیم، امیر تتلو داره تیون میخونه ولی گیتار فالشه، بعد امیر تتلو چجوری میفهمه که باید تیون بخونه روی اون فالشی ها؟ چقدر سخت، چقدر عجیب و نشدنی. یعنی شما اگه وقتی آکوردا رو داری میشنوی سعی میکنی همون نوتا رو بخونی، ایشون داره نوت درستا رو میخونه زیرو، اصلا خیلی کار سختیه، اصلا چه هنگ کردم. بعد بچه ها الان بارها راجع به موضوع صحبت کردیم، الان ببین مثلا نوتا با هم مچ نیستن دیوونه میشی، الان گیتار فالشه سردرد میگیری. به حال ایشون عجیبناکی داره درست میخونه رو نوت فالش. حالا عقب این سه نفهمید چی شد. شب که میشه تو کوچه ی غم، باریکلا ویبراتو، عشق من میشه ستاره. آفرین. به لحاظ تیونین قبلا گفتیم جایی که نوت بمه خوندنش سخته، برای اینکه دیافراگ درگیر نیست، کمپرس هوا کم فشار وارد میکنه، درگیر نیست، سخته. من چشمو تحریره تتلوایزیشن زد، سیگنچر خودش رو اینا قشنگ هم زد، فصل گاتوی تمیز. من میشه ستاره. دوباره. من چشمامو به ابرا میدم. یه ویبراتو یه تحریر خفن. پس این امیر تتلو الان چرا اینجور داره میخونه؟ گوش کنین. من حالا چشمامو به ابرا میدم. تمام نوتا درست، چه عجیب ویبراتوهای دقیقا رو ضرب با عمق کم و بعد تحریر فصل گاتو کاملا درست تمامه، چه عجیب، چی عجیب. ایشون تتو نداره اینجا هیچی، علازار مثلا مال 5-6 سال پیشه و 5-6 سال پیش اونجوری میخونده، الان چطور ممکنه که میگم چطور ممکنه ها، ولی واقعا اون فصل گاتو با اون همه نوت که فکر کنم تمام نوتای گامو یه تک پشت سر هم خوند،
تماماً تیون. دم آسمون بارون میباره. ببین خیلی خفن داره میخونه ها، داینامیک صدا رو شما ببین رجیستر چجوری عوض کرد. اینجا آسمون، آسمون بارون میباره. فوق العاده خوش سنس، بازی با هوا. ببینین، نه 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 اینجا بارون میباره. میخونم آخ که دیگه فرنگیس عشق تو داغونم که. فوق العاده عالی داره میخونه. آفرین به حالا علی که ویدیو رو درست کرده و شمایی که اذعان داشتیم به قبل ایشون. فوق العاده تیون، خوش احساس، خوش داینامیک، همه چیز، خوش تکنیک، تحریر، ویبراتوهای هم کم عمق هم پر عمق. عشق تو داغونم کرد، به کی بگم که چشما. ولی خودمونی ما، سیاوش قمیشی چه آهنگایی داره. فرنگیس رو شما یادتون نمیاد؟ من 7-8 سالم بود، یعنی بیشتر از 30 سال پیش این آهنگ رو اون حوالی اصلا دیوانه میکرد. 30 سال پیش آدمو تو غصه زندونم کرد، دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه. آقا واقعا خوبه ها بچه ها. ببینید ما الان تو صفمون دو دسته داریم، فن تتلو، هیتر تتلو. ببینید شما چی کاره فن و هیت داری؟ کارو ببین، یعنی کانال من این شکلیه، خیلی حاشیه‌ای نیست، بیشتر حالا فنی طوره، یکم هم سیخ شد سیخ نشد با هم شوخی میکنیم که از اون حالت خشکی در بیاد، هم من حال کنم هم شما یه لبخند ملوی جفتمونم بزنیم. ولی واقعا کار تمیزه، ایشون رفت اکتاوشو خوند و درست هم شده دیب کجا رفت؟ بول کردی؟ به کی بگم که چشمات تو غصه زندونم. اینجا ها خوندن سخته ها، اکتاوش آسون تره. دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه، کوچه دلش میگیره، باریکلا سکوتشو میشکونه. پنجره آفرین. اندینگ کلمات یا ایشون ویبراتو میزنه، اینه یه خواننده درست حسابی، یا با فید اوت نوت این کار رو میکنه. گوش کنیم. پنجره نه او آخریه ایشونه. پنجره ها با فریاد میگن. البته یه خورده هنجرشو داره بالا میده اینجا، این از حجم کار میکاهه، یه خورده باید هنجره رو پایین تر میداد دیگه، خیلی حرفه‌ای میشه. فریاد میگن کی باز میخونه. و تو اون گیتار ابرفال شما اینجوری تیون بخونی، خودت چیزگیجه نمیگیری واقعا، یعنی خیلی کار سختی رو ایشون داره انجام میده، رو اون فالش گیتار داره درست میخونه. باز میخونه خوش حس. تموم شد علی الظاهر اون ترک و واقعا خوب بود. حالا چی میشه که این خواننده به این خوبی الانا اینقدر فالش میخونه؟ وقتی که دل تنگشم و همراه تنهایی میرم. حالا اینجا گیتار تیونه خوشبختانه، یه ترک دیگه از قمیشی میرم. تماما داره ویبراتوهای ریز زیر کلماتی که حروفش ماندگاری صدا داره، مثلا می میرم، مثال دارم میگم، اینجوریش ما فلت نمیخونیم، می میرم. توی همه کشیدگی ها سعی میکنیم که ویبراتو بذاریم که ایشون داره این کار رو به زیبایی میکنه. هایی میرم، داغ دلم تازه میشه، فیلینگ عالی، زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم. که سیگنچر خودشه، فوق العاده خوش ضرب، خوش تاچ، خوش تکنیک. آفرین بچه ها. بعضا من کامنت میذاریم مثلا چرا هیت میدی، چرا تو که حالا دیگه خوندین دیگه،
تو رو که این بالا آورد، اون پایین آورد، این نردمونت بود، اون دستبیلت بود، این نمیدونم فلانت بود. اینا قشنگی به نظر من که حالا من صفم بازه، نه کامنت دیلیت میکنم، نه کسی بلاک میکنم، ما دوره هم داریم از دید من حداقل داریم کیف میکنیم با هم دیگه، وگه نمیدونی که اصلا نه کار من اینه. و بارها هم گفتم اگر که حالا من هم در یک کشور دیگه به دنیا اومدم یا اداره کشور به نحو دیگه بود، من الان خودم رو استیج بودم و اصلا کارم این نبود. من که دارم این کار رو میکنم با عشق و لذت دارم میکنم و صبح و شب دارم کیف میکنم و صفم هم صفحهی برای کیف و لذت، ولی واقعا جای این حرفا نیست که آقا تو چه، من چه هیتی مثلا به ایشون دارم. مثلا کامنت گذاشته بودیم که آقا تو اون روز گرفته بودی خونش که میگفتی خوبه، پس چرا امروز میگی بده؟ داداش چه ربطی داره؟ خب الان این ویدیو هم خوبه، اون ویدیو بده دیگه، خوب خوبه، بد بده. یه جا که ایشون تیون میخونه دست میزنه میگیم دمت گرم، یه جا که اگه بخوایم این موضوع رو بررسی کنیم، یه جا که فالش میگیم داداش بده، یه جا که میخوام آهنگو بررسی کنیم، آهنگای زیبایی بودی که من چقدر گفتم خوبه، ولی این آهنگ اخیر بود یه سر هاوس تور بود مثلا، کامنتار رو گفتیم به نظر من ایراد داشت، اونی که خوبه مثلا با تو نوازش جهنم فلان، خوب خوبه، بد بده دیگه. این حرفا چیه شما بعضا میزنین که تو چرا اون روزی که رفتی خونهش مثلا رفیقش شدی ایشون همه چیش خوب بود، حالا فردا که از خونهش اومدی بیرون ایشون همه چیش بد بود؟ همه تون همینین که وقتی باش رفیقین اینین، وقتی باش نیستین مثلا دشمنین. من چه دشمنی؟ اصلا من سنمی ندارم که بخوام دوست یا رفیق یا دشمن باشم. من دارم یک ویدیو بررسی میکنم به عنوان، یعنی اگه این کارو نکنم شما دیگه من اعتباری جلوی شما ندارم. من بیان هی بگم به بچه هچه فالشیارم بگن حاجی حله ایشون رفیقمه دیگه، چون این داشت اصلا حالیت نی، اصلا اعتبار حرفات فقط میخوای الکی چون رفیقته بگی اینجوری. بالاخره خب خیلی از این خواننده های حالا اون پاپ آرتیست ها خب خیلی هاشون دوستام هستن، همیشه من یا نباید حرف بزنم یا حرف میزنم باید حقیقت رو بگم. بنابراین اینجا که خوبه داریم میگیم خوبه، و پیشنهاد میکنم شما واقعا تو این فیلد حرفا نرین، متوجه؟ یعنی خودتونم این شکل نباشین. حالا منم ادعایی ندارم، منم دارم از شما درس میگیرم، ولی واقعا این که آدم تعصبی بخواد به یکی نیا کنه واقعا زیبایی نداره. آقا وقتتونم گرفت اساسهای مودنه باری کرده فرای موشه. خب خیلی ایشون گامو بهم انتخاب کرده، میشه رو دیگه نتونست در بیاره، بعد ایشون یه پرده زیرتر میخونه. با تو هم اندازه میشه قد هزار تا پنجره، تنهایی آواز میخونم دارم آفری هنجره داد پایین حجم صدا دام آواز میخونم دارم با کی حرف میزنم نمیدونم. آفرین، اینا نوت‌های سختی هن، تیونینگشون رو خوب داره اجرا میکنه چون فواصل نامعنوسی به هم متصل میشن. قبلا گفتیم سخت و آسون به این میگن که شما خط ملودی که میخونی که یه سری نوت پشت سر هم دیگه میخونی تجربه کافی تو اتصال این نوت‌ها داری یا نه. تتلو این تجربه رو کم حداقل تو آهنگ خودش داره، ولی تو کاور داره خوب اجرا میکنه. یکی مثلا مینور دیاتونیک رو خیلی خوب میخونه، یکی پنتاتونیک رو خوب میخونه، یکی نچرال تئوریک خوب میخونه. الگوهای مختلفی از خط ملودی هستن چون تجربه زیاد اونقدر خونده و اتصال نوتا رو خوب مسلطه. اینجا الان نوتایی دارن من متصل میشه که تو سیگنچر کار تتلو نیست ولی تیونه. دارم با کی حرف میزنم نمیدونم نمیدونم، این روزا دنیا واسه من از آفرین کوچیکتر کاملا اوکی. کاش میتونستم. تموم شد. خب قمه ایشیارو مشتی خوند، حالا چی میشه که ایشون الان فالش داریم؟ این مال الانشه، بذار الانش هم ببینیم. ابیه خب الان ایشون تا اینجای کار تیون بوده، ولی خشه ناخوشایندی تو صدا هست.
این فشاری که اینجا هست که اون خشو انداخته، این فشار ناشی از عدم تسلط و درگیری دیافراگم و کمپرس صحیح هواه. نشونهاش میتونه چی باشه؟ یعنی منتج از چی میتونه باشه؟ شاید دود و سیگار و غیره. تنفس الان به اندازه کافی کمک نمی کنه که من تحت فشار دارم. تو این نوت که خیلی های نوت هم نیست برای ایشون، ایشونو ما رو لا هم شنیده بودیم صداشو. جنس صدا زیبایی کمی داره. علی تیونه. خب اتصال نوت‌های بسیار سخت برای ایشون، اما چیزی که الان برام جالبه، اتفاقا نظرم کلن عوض شد. ببینید اتصال‌های نوت‌ها سخت نیست برای ایشون، برعکس. حالا چرا ایشون داره تیون میخونه؟ میگم الان برعکس این چیه، چرا ایشون داره تیون میخونه؟ چون که به نظر میرسه ایشون این کاورا رو بارها و بارها کرده سالها، دیگه روی این خط ملودی و این پترن ها مسلطه و کاور رو اونقدر کرده دیگه به مغز سپرده و تیونه. چی میشه که الان آهنگای خودشو داره فالش میخونه؟ آهنگای خودشو کم وقت گذاشته، چون که مثلا همین الان ریکورد کرده، یه ده بار هم مثلا تمرین کرده خونده، ولی مثلا احتمالاً این ابیا رو 200 دفعه خونده. چون که ایشون اخیراً فالشی داره. فالشی از کجا میاد؟ ببینید هر کاری، قبلا به شما گفتم اینجا یه سری عضله است که این عضلات با فاصله نسبت به هم دیگه داده شدن و کمپرس هوایی که از پشت میاد تون تولید میشه و این هم نیاز پختگی، تمرین و ممارست داره. الان مثلا شما نوکرتم جلو بازو فکر کنم یه 39 داره داداش رد میکنه، این حاجیتون داره هر روز دمبل 2-3 کیلوی، البته ولی خب 2-3 کیلوی بمبی میزنه، این در حال تمرینه. منم والا یه ما ول کنم بچه، یک فاز ماکارونی براتون برمیدارم، در واقع دیلاغ بد استیل. باید تمرین کرد، هنجره هم به همین تربیه. شما کم تمرین کنی، کم برای سولفژ وقت بذاری، دیگه نوت‌ها رو گم می‌کنی، اتفاقی برایشون میفته. و من معتقدم ایشون باید باز هم هر روز تمرین کنه. اگه حاجی حل من دیگه سلطان ملتان، سلطان موقعی معنی پیدا میکنه که من اندازه سلطان هم بخونم، نه اینکه اندازه مثلا رعیت بخونم ولی رخ کار سلطان باشه. من معتقدم که ایشون این همه محبوبیتی که داره، این همه شهرت، این همه تالنت در لیریکس و ملودی نویسی، واقعا داره یه مقداری روی وکال کم وقت میذاره. ولی اینا تیونه. و اینو شما طرفدارا بعد از آرتیستتون بخواین، حاجی نوکرتم، غلامتم، اینتم، اونتم، نون و آب نمیشه بچه. دوست خاله خرسه میشه، دوست خوب، دوستیه که بگه داداش شب چیکار داری میکنی بابا، شب داداش وکالت هم وقت بذار دیگه، از صبح تا شب بزک دوزک جلو بازی کن، نون و آب نمیشه، برو واقعا یه ذره تمرین کن. این شما میشه دوست خوب من. متوجه شما به عنوان طرفدار ایشون باید دوست خوب ایشون باشی. آفرین، ولی واقعا تیونو تمیزه. آفرین شما الان آقا بازی با میکروفونم عالی. خب آقای امیرخان، شما الان خود آقای ابی الان یه نمور فالچی میزنه، شما نظرم بگید جای ایشون بری کنسرت رو اجرا کنی کار بهتر در میاد، چون جای خودت میری که مقدار فالچی شما هم داری، ولی به نظر مثل ابی سیاوش قمشی شما رو بذارن مشی تر میشه کار. بسیار عالی. پیانیست یحتمل آقای مشتبه اسدپور باشه، چون ایشونه که فقط به همه یه پترن و مسلط هزار ماشاءالله ترکی، فارسی، افغانی، نمیدونم آنگولایی، همه رو جویده این مشتبه دنس سرویس. بد موزیسیانیه.
آفرین. بله خود آقای اسدپور. بله کاملا با این بازی من اگزاجره میکنم، با این بازی مقدار تون ویبراتو با کمپرس هوا هم میتونم به شنونده منتقل کنم. چی شد؟ سنسیز من نفس آلمان دولار دارم. ابرام تاتلس شو؟ سنین کنون و سنین هوا ما هم بخارم بذاریم. کیه دیگه؟ کتر بریم کتر بریم یتر نیارم. ببین ولی خیلی جوکه ها، امیر تتلو خیلی جوکه بامزه، باحال، دلچسب. یعنی واسه رفیقاش واقعا یه رفیقیه که میشینی بغل دیگه بودی خواهی بلنشی. رفیق خوبیه و با معرفت. یادتون باشه که پست میذاش که اگه حسین رحمتی و 100,000 تایی کردین ترک ریلیز میکنم، گندم ریلیز میکنم، پیشرو 100,000 تایی. رفیق با معرفته. به هر حال اینا مزایای ایشونه. بعضا کامنتاتون رو میخونم راجع به موضوعات مرتبط با مهسا امینی و حرف شما رو هم کاملا میپذیرم، کاملا میپذیرم، اگرچه الان اصلا جاش نبود، ولی خب به حال کامنت های گسترده شما رو دارم میخونم، حرف شما رو میپذیرم، ولی این رو هم در کنارش احتمالا شما هم باید حرف من رو بپذیرین که تنها فردی که تو همون بره اونجوری ترک داد انقلاب صلح بازم خود ایشون بود. به حال که ما کلی تناقض در ایشون داریم، حالا حتی نه فقط مرتبط با این موضوع دیگه، شما الان رصد کنیم. حالا این من اصلا در خودم نمیبینم که بخوام قضاوت بکنم، من هنر کنم خودم رو اصلاح بکنم، ولی به حال من میخوام یه کامنت های شما رو روی هر دو این موضوع میخونم. باری که الان چون ترکی خوندن نمیاد میکسولیدین هم زیاد داره و از جای دیگه خونده میشه که شون اونا رو هم بلده. شبیه امراه طوره. خب فریستایل واقعا تمیز میکنه، میکنه تمیز فریستایل. باری که الان حالا یه اندکی فالشی داریم. خب اینا دیگه پترناییه که خب ترکیه میکسولیدین باید زیاد وقت این همین بر میگرده به این که میگفتم خط ملودی رو باید دادم وقت گذاشته باشه. چقدر شبیه آهنگ اونوت مادیم 30 سال پیش امراه شنیدین، شبیه اونه. آقا ترکی صفحه‌ای دیگه داره. به هر حال تموم شد. اول از علی ممنونیم برای این ویدیو، دوم که واقعا خفن خوند، بخوایم صادقانه بگیم واقعا خفن. بازم بچه ها پیشنهادی، کامنتی، ویدئویی، چیزی داریم برام بفرستین که بتونیم واقعا صادقانه و همه چیزو در کنار هم دیده باشیم آنالیز کنیم. همینجوری فقط بعد یکیو تصادفا نبینیم بگیم داداش شما ترمالی، نگو طرف اون لحظه مثلا ترمال بوده جای دیگه ابرهیول بوده، یا برعکس بگیم داداش شما ابرهیولی، نگیم همون یه بار ابرهیول بوده و ترمال بوده. به هر حال بتونیم کامل بررسی کنیم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.